باب خطر انداختن جانم آمار سراسری مبتلایان و فوتی های کرونا را در سراسر بیمارستان های کشور اهم از استان های قرمز جهت انتشار ارسال می کنم. برای جلوگیری از هر گونه نقض حریم شخصی هموطنان بیگناهمان من ستون هایی را حذف کردم. این جانب مسئولیت را به شما روزنامه نگاران داده و شما را دعوت می کنم این آمار را به هر صورتی که مایلید منتشر کنید. در ضمن فهرست قربانیان کرونا بی بی سی دریافت شمار واقعی جان باختگان در ایران حدود 3 برابر آمار دولتی است. در 60 دقیقه امشب از میهمانان میپرسیم حکومت ایران با چه هدفی آمار واقعی مبتلایان و درگذشتگان را پنهان میکند. در ادامه برنامه امشب. اسم من جمشید شارمات است و دستگیری رئیس یک گروه سلطنت طلب به دست وزارت اطلاعات ایران. انجمن پادشاهی میگوید جمشید شارمهد رو بوده شده. من یه دفعه که شاگرد چهارم شدم برادر بزرگم به من گفت که تو حالا که شاگرد چهارم میشی بعدم میخوای چی بشی. این دلیل داره که و مرگ فیلمساز مشهور ایرانی خسرو سینایی بعد از ابتلا به کرونا درگذشت. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. اطلاعاتی درباره وضعیت کرونا در ایران که در اختیار بی بی سی فارسی قرار گرفته از آمار و ارقامی تکان دهنده پرده برمی‌دارد. این اطلاعات نشان می‌دهد که کم شماری در مرگ و میر آمار رسمی عمدی بوده، نه به دلیل آگاه نبودن از میزان دقیق تلفات. بر اساس این داده‌ها شمار واقعی کسانی که به دلیل کرونا در ایران جان دادند و یا مشکوک به ابتلا بودند تا 10 روز پیش نزدیک به 42,000 نفر بوده، تقریبا 3 برابر آمار رسمی. در اوج کرونا در ایران در ماه اسفند تلفات روزانه تا 487 نفر در یک روز بالا رفته. این آمار پایین آمده ولی یک بار دیگر در 21 تیر یعنی 3 هفته پیش به 458 نفر در یک روز هم رسیده. این اطلاعات نشان می‌دهد که ایران کانون اصلی کرونا در خاورمیانه و حتی جهان اسلام است و یکی از مصیبت زده ترین کشورها در جهان. چرا کار ایران به اینجا رسید؟ با این آمار و ارقام چه میتوان کرد؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارش از آناهیتا شمس. منبع ناشناس اسناد و مدارکی را به دست بی بی سی رسانده. این منبع خود را از دستاندرکاران یک نهاد رسمی در ایران معرفی کرده است. فرستنده این داده ها برای حفظ امنیت هویت واقعیش را فاش نکرده و هدف از درز این مدارک را اینطور عنوان کرده است. باب خطر انداختن جانم آمار سراسری مبتلایان و فوتی های کرونا را در سراسر بیمارستان های کشور اهم از استان های قرمز جهت انتشار ارسال می کنم. برای جلوگیری از هر گونه نقض حریم شخصی هموطنان بیگناهمان من ستون هایی را حذف کردم. این جانب مسئولیت را به شما روزنامه نگاران داده و شما را دعوت می کنم این آمار را به هر صورتی که مایلید منتشر کنید. سیاسی بازی ها را کنار گذاشته و حقیقت را انعکاس دهید. شاید بدین طریق بتوانیم جان برخی از بیماران را نجات دهیم. مدارکی که به دست بی بی سی رسیده نشان می‌دهد 42,000 مرگ به خاطر ابتلا به ویروس کرونا یا با نشانه‌های بالینی آن از دوم بهمن ماه 1398 تا پایان تیر ماه امسال در ایران ثبت شده، اما تنها بخشی از آن به طور رسمی منتشر شده است. مقام‌های بهداشت و درمان ایران مرگ بر اثر کرونا را تا پایان تیر ماه تنها 14,405 نفر اعلام کرده بودند که حدود 1/3 آمار واقعی است. در تعداد مبتلایان هم تفاوت بسیاری بین آمار رسمی و این آمار وجود دارد. برای اینکه نظر مقام‌های بهداشت و درمان ایران را درباره این داده‌ها بدانیم با آنها تماس گرفتیم، اما تا زمان ساخت این گزارش پاسخی دریافت نکردیم.
چگونگی دسترسی این منبع به اطلاعات درگذشتگان و مبتلایان برای بی بی سی روشن نیست. اما بی بی سی با راستی آزمایی که روی این مدارک انجام داده میتواند تایید کند که آمارها واقعی به نظر میرسند و با نتایج محاسبه مدل‌های ریاضی که پیش از این برای ارزیابی وضعیت بیماری در ایران انجام شده بود هماهنگ است. این مدارک شامل مشخصات کسانی است که با ابتلا به کووید 19 درگذشتند یا به دلیل ابتلا به اون بستری شدند. این داده ها با جزئیات شامل نام و نشانی بیماران، نام بیمارستان و محل اقامت اونهاست. ستونی هم درباره وضعیت بیمار وجود داره. این داده ها نشون میده جزئیات شرایط بیمار هم کاملا ثبت شدن. اینکه سابقه درمانی بیمار چی بوده، وضعیت کنونی بیمار چی هست، مثل اینکه به دنبال تب دچار تشنج شده، بهبود یافته، اعزام به بیمارستان ابوذر و یا اینکه بیمار پرسنل درمان است و بستری نشده. و در ستون دیگه هم سن افراد به ثبت رسیده که در اون نوزادانی هم دیده میشن. بر اساس این مدارک اولین مرگ بر اثر کرونا در دوم بهمن ماه سال 98 ثبت شده. تا یک ماه بعد از آن مقامات میگفتند هیچ کس در ایران به کرونا مبتلا نشده است. تا امروز ما هیچ مورد مثبتی از کرونا جدید در کشور نداشتیم و تایید نشده. اولین اعلام رسمی مرگ ناشی از کرونا در ایران 30 بهمن 98 بود که گفته شد 2 نفر جان خود را از دست دادند. اما مدارکی که در اختیار بی بی سی قرار گرفته نشان می دهد حتی در همان روز 13 نفر جانشان را از دست دادند. این نمودار اختلاف شدید آمار رسمی با واقعیت رو نشون میده. رنگ آبی از داده های فاش شده به دست اومده. اختلاف تعداد درگذشتگان در روزهایی بیشتر از 200 نفره. اسفند ماه شیوع بیماری با شیب تندی بالا رفته و در روزهایی تقریبا فوت 500 نفر در این ماه ثبت شده. این روند در فروردین ماه هم ادامه داشته، اما میشه دید که در اردیبهشت و خرداد این شیب کاهش پیدا کرده که به نظر میرسه شروع اعمال محدودیت‌ها و تعطیلات نوروزی دلیل عمده این کاهش بوده که معمولا اثر اون پس از چند هفته در میزان مرگ و میر دیده میشه. در اینجا میشه دید که درست پس از برداشته شدن یا کاهش محدودیت‌ها آمار در تیر ماه باز هم افزایش داشته. در میان استانهای ایران تهران بیشترین تعداد درگذشتگان را داشته که شاید جمعیت بالا و رفت آمد زیاد در آن نقش داشته است. در هفته های اخیر وضع تهران بدتر شده تا حدی که بعضی محدودیت ها برگشتند. خوزستان و خراسان رضوی از اواخر بهار جزو استانهایی بودند که درباره وخامت وضعیت در آنها هشدار داده میشد. این دو استان بعد از تهران بیشترین تعداد قربانیان را دارند. اما تعداد درگذشتگان به تنهایی تصویر کاملی از اینکه وضعیت هر استان چگونه بوده به دست نمی‌دهد و باید تعداد درگذشتگان را با جمعیت کل استان مقایسه کرد. با تقسیم تعداد درگذشتگان بر جمعیت هر استان می‌بینیم که قم بالاترین سرانه مرگ ناشی از ابتلا به کرونا را داشته. یعنی از هر 1000 نفر در این استان 1 نفر بر اثر کرونا جانش را از دست داده. با بررسی جمعیت استانهای گیلان و گلستان هم میشه دید که این دو استان بعد از قم بیشترین سرانه قربانیان را نسبت به جمعیتشون داشتن. داده هایی که به دست بی بی سی رسیده شامل مرگ هایی است که تا 31 تیر امسال اتفاق افتاده و نشان می دهد از هفته اسفند 98 به این سو در هیچ روزی آمار روزانه درگذشتگان کمتر از 100 نفر نبوده. اگرچه آمارهایی که مقامهای رسمی اعلام می کردند در روزهایی بسیار کمتر از این تعداد بوده است. آناهیتا شمس رو در برنامه داریم. آناهیتا، چطور بی بی سی تونسته این اعداد و ارقام رو راستی آزمایی بکنه؟
جمال، در مرحله اول ما یک لیستی از افرادی که مبتلا شده بودن یا درگذشته بودن به دلیل ابتلا به کرونا داشتیم که اومدیم این لیست رو با فهرست و داده هایی که به دستمون رسیده مقایسه کردیم و دیدیم تمام نشانی های این افراد وجود داره با جزئیات توی این داده هایی که به دست ما رسیده هست و همین این نشون میده که این داده ها جایی درست شدن که به تمام اطلاعات واقعی افراد دسترسی داشتن. اشاره شد که خب بعضی از فیلدها خالی شده، به این معنا که بعضی از اطلاعات در دسترس قرار نمیگیره، تعدادی هم اسم و آدرس ساختگی گویا هست، اونا چی؟ ما به همین فکر کردیم که شاید که یه سری از این تعداد اسمای ساختگی باشن، ولی اومدیم به طور رندوم شروع کردیم یک سری از اطلاعات رو درآوردن و راستی آزمایی کردن که مطمئن بشیم وقتی به صورت رندوم میری خیلی از اطلاعات رو درآوردیم و مقایسه کردیم، راستی آزمایی کردیم و تمام این اطلاعات درست بودن با جزئیات، با نام پدر، محل فوت، تاریخ فوت، محل بیمارستان، تمام این جزئیات توی این داده ها وجود داره. و من یه نکته ای را اشاره بکنم که توی این گزارشی که با هم دیدیم ما از این داده ها به عنوان گرافیک در یک جاهایی استفاده کردیم که اومدیم این مشخصات فردی آدم ها رو حذف کردیم برای حفظ حریم شخصی افراد. در جایی گفته میشه که این افراد یا به کرونا مبتلا بودن یا مشکوک به ابتلا به کرونا، مطمئن هستیم که این افراد به دلیل کووید 19 جانشون رو از دست دادن؟ یک چیزی که وجود داره اینه که بی بی سی نه میدونه و نه میتونه تایید بکنه کسانی که درگذشتن در این لیست و یا مبتلا بودن تست و آزمایش کرونا دادن یا ندادن. این رو بی بی سی نمیتونه تایید بکنه که آیا این افراد تست دادن، آزمایش دادن، مثبت بوده یا نبوده. ولی چیزی که بی بی سی میتونه تایید بکنه این هست که تمام این افراد، چه مبتلایان و چه فوت شدگان، تمامشون علائم این بیماری کرونا رو داشتن همشون. و کسانی هستن که این افرادی که توی این لیست هستن کسانی هستن که به مراکز درمانی مراجعه کردن. این رو باید خیلی دقت بکنیم، توی لیستی که به دست ما رسیده فقط تنها کسانی هستن که به مراکز درمانی و بهداشتی مراجعه کردن. من اینجا یه چیز دیگر هم میخوام اشاره بکنم و اینکه این آمار نشون دهنده اینه که یک اطلاعات متمرکزی جمع آوری شده، یک اطلاعات کاملا متمرکزی از افراد یک جایی گردآوری شده، ولی مقامات به دلیلی که بی بی سی نمیدونه تصمیم گرفته که این مدارک، این آمار رو منتشر نکنه. میدونیم که با انتشار یک چنین آماری مردم میتونن به ابعاد یک همگیری رو بیشتر متوجه بشن و جدیش بگیرن. وقتی که میبینن در همسایه، فامیل، دوست و آشناشون به این بیماری مبتلا شدن، اون رو جدی میگیرن، رعایت میکنن. بنابراین انتشار این آمار میتونه به اطلاع رسانی به مردم و آگاهی مردم کمک بکنه. ولی به چه دلیلی مقامات تصمیم گرفتن که این آمار رو منتشر نکنن ما نمیدونیم تصمیمشون چی بوده. و بی بی سی با مقامات بهداشت و درمان در ایران تماس گرفته، ازشون خواسته که درباره این آمار و انتشار این آمار با بی بی سی صحبت بکنن، که تا همین الان که من دارم با تو صحبت میکنم هیچ پاسخی به ما ندادن، ولی اگر که تصمیم بگیرن که درباره انتشار این آمار با ما صحبت بکنن بی بی سی خیلی استقبال خواهد کرد. ممنونم از همکارم آناهیتا شمس. دکتر حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین با ما هستند و همینطور دکتر یاسر قرشی، پزشک از سان فرانسیسکو در آمریکا. سال اول از آقای نایب هاشم میپرسم. آقای نایب هاشم، چقدر این آمار و ارقام از نظر شما با اون چی که میدونی مطابقت میکنه؟ این ارقام با اون چیزی که واقعیت هست مطابقت بیشتری داره از نظر من، هرچند که میتونه هنوز هم آمار بیش از این باشه، برای اینکه ما مواردی رو داریم که مراجعه نکردن به مراکز درمانی و میتونن در خانه، در منزل فوت کرده باشن. از اون ابتدا که مسئله کرونا در دنیا مطرح شد، ما پزشکان خب طبیعیه که پیگیری میکردیم موضوع رو، و وقتی این نگرانی رو عملا داشتیم که با توجه به اینکه پروازهای میان چین و ایران جریان داشت،
میتونه این مسئله در ایران هم به وقوع بپیونده به زودی. و از اونجایی هم که وقتی که علائمی رو عملا در همون ماه بهمن ماه دیده میشد، ولی کن میدونید که در ماه بهمن ماه تکیه بر این بودش که راهپیمایی 22 بهمن صورت بگیره، در انتخابات 29 بهمن خدشه‌ای وارد نشه، و این دو مسئله به هر حال باعث میشد که علاوه بر این تجربه‌ای هم که ما داشتیم از وقایع آبان ماه و همچنین سقوط هواپیمای اوکراینی، لاپوشانی در مورد حکومت وجود داشت. و وقتی که من مقایسه میکردم آماری که مثلا در اروپا که اون موقع تقریبا میشه گفت با ایران شیوع همزمانی رو داشت، میدیدیم که خب یه مقدار این آمار تفاوت پیدا میکنه. و وقتی باز هم اون موقع مثالی که من همواره تاکید داشتم آن چیزی بود که در اون کشتی پرنسس الماس به اصطلاح روی داده بود، این نشون میداد که تا چه حد میتونه این شیوع وسیع باشه و تا چه حد میتونه در واقع نسبت کشته شدگان به کسانی که مبتلا هستن متفاوت باشه با اون چیزی که در ایران هست. آقای دکتر قریشی، شما چی فکر میکنید چرا باید اگر چنین آمار و ارقامی در اختیار مقام های رسمی بوده پنهان بکنن؟ آیا نفعی داره پنهان کردن این اعداد؟ ببینید، من فکر میکنم یه علت اصلی عدم اعلام دقیق آمار اون برمیگرده به یک سیاست کلانی که در ایران هست مبنی بر پنهانکاری هر چیزی. خیلی از چیزهایی که هیچ لزومی به پنهانکاریش هم نیست واقعا پنهانکاری راجبش صورت میگیره، راجب حالا این مسئله‌ای که میتونه واقعا ابعاد خیلی وسیعی داشته باشه و جامعه را خیلی به شدت تحت تاثیر قرار بده، طبعا این پنهانکاری بیشتر خواهد بود، به خاطر اینکه در واقع هم وجه مدیریتی زیر سوال نره. همین که فکر میکنم اون اوایل فکر نمیکردن قرار ابعاد این پاندمیک به این بزرگی بشه و بنابراین میخواستن شاید حراسی توی مردم ایجاد نشه و مخفی کردن و بعد همینطور ادامه دادن. الان که باز میرسیم به محرم و این داستانهای بازگشایی اقتصاد و اینها، که خب باز با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، با توجه به اون مانور ایدئولوژیکی که میخوان دیگه محرم بدن، فکر میکنم علتش این هست که ادامه میدن به پنهانکاریشون. آقای پاشم، چقدر این اوضاع فارغ از وضعیتی است که در سایر جهان هم در حال رخ دادنه؟ خیلی جاهای دیگه هم می‌بینیم که آمارها در حال افزایش هست، یا بعضی از کشورهای دیگه هم در مزان اتهام هستند که گویا اطلاع رسانی درست و دقیقی نمی‌کنند. بله، متاسفانه همینطور هست. از خود چین که بگیریم، یا اولین کشوری که این آمار رو ارائه داده، خب آمار واقعی نبوده، چنان که آقای کیانوش جهانپور سخنگوی وقت وزارت بهداشت هم به اون اشاره کرده. الان مثلا تانزانیا نزدیک 3 ماه هستش که هیچ آماری رو ارائه نمیده، بنابراین این آمار حدود 17 میلیونی که در جهان داریم بسیار کمتر از آمار واقعی. شاید اکثر کشورها، به خصوص کشورهایی که خودشون رو در شرایط دارای ثبات نمیبینن مثل جمهوری اسلامی ایران و فکر میکنن که اون نظمی رو که حالا به شکلی تونستن نگه دارن میتونه برهم بخوره به خاطر اینکه باید ابتکارات خاصی بزنن، اونها به هر حال کشورهایی هستن که آمار رو ارائه نمیدن به سازمان بهداشت جهانی. آماری که ما داریم بر مبنای اون چیزی است که به سازمان بهداشت جهانی ارائه میشه. صحبت سر این است که کشورهای همین امروز، کشورهای مثل روسیه و بسیاری از کشورهای دنیا آمارهای واقعی رو نمیدن. بدترین مثال ها رو زدیم و همچنین خب کشورهای مثل کره شمالی و ترکمنستان که بعید هستش که در تمام این مدت کرونا به اونجا نفوذ نکرده باشه، از این صحبت میکنن که تاکنون یک مورد بیماری رو هم ندیدن. آقای دکتر قریشی، صرف نظر از اینکه حالا آمار و ارقام چقدر باشه، کارهایی که الان در ایران انجام میشه در مسیر درستی هست؟ والا به نظر من خیر، به خاطر اینکه واقعا لازم این فاصله گذاری اجتماعی، این تعطیلی بیزینس ها رعایت بشه. یک چیزی که خیلی خوب میتونه کنترل بکنه این وضعیت رو، این فاصله گذاری های اجتماعی که متأسفانه در ایران اصلا داره انجام نمیشه. سینماها باز شدن، مراکز خرید همه باز شدن، الان محرم در پیشه. خیلی دارن با تاکید میگن که مراسم محرم رو قراره که انجام بدن. حتی ما گزارش هایی داریم پزشکایی که مبتلا میشن به
کرونا اجازه استراحت اگر که قابلیت سرپا بودن داشته باشن بهشون نمیدن و میبرنشون توی بخشای کرونا مجبور هستن کار بکنن. به ویژه این در مورد پزشکان طرحی صادق هست که مجبورن در واقع چیزی که وزارت بهداشت بهشون دیکته میکنه رو انجام بدن. اینها در واقع فقط باعث بدتر شدن شرایط میشه و مطلقاً کمکی به بهبود اوضاع نمیکنه. آقای دکتر بعضی میگن که گله میکنن، مردم به مردم میگن که خب خیلی رعایت نمیکنند، جدی نگرفتن. میشه از مردم گله کرد؟ به نظر من اصلا جای گله از مردم وجود نداره، به خاطر اینکه مردم باید آموزش ببینن، مردم باید اطلاع داشته باشن. وقتی که به مردم پزشکا خیلی سعی کردن توی این مدت آگاهی سازی بکنن ولی مواجه شدن با سیاه نمایی بزرگ نمایی همچین چیزی نیست و در واقع مردم رو حساسیت مردم رو کم کردن و وقتی حساسیت مردم کم بشه طبیعیه که رعایت نکنن. به نظر من مشکل اصلی اینجا در دولت هست نه مردم. آقای نایب هاشم، شما وضعیت رو با دقت دنبال میکنید، اگر بخوایم یک یا دو عامل بسیار مهم رو اسم ببریم که در این 6-7 ماه گذشته در ایران رخ داد و کار ایران رو به اینجا رسوند چیه؟ مهمترین مسئله در واقع ندانمکاری و نداشتن سیاست روشن بوده. شما در خلال گزارشتون هم بود که خب با اقداماتی که کردن توانستن کاهش بدن تا حد زیادی شیوع بیماری رو، ولیکن اون کارها رو نیمه رها کردن و اجازه دادن. حدود 2 ماه پیش بود که من در صحبتام هشدار میدادم که این اوج دوم در پیش هست، ولیکن خب علاوه بر من قطعا پزشکانی که در داخل کشور هستن چنین میکردن، ولیکن هیچ عکس العملی رو عملا ندیدیم و ایران در کنار 3 کشور دیگه تنها کشوری هستش که این اوج دوم یا موج دومشون از اون موج اول فراتر رفته و ایران و اسرائیل تنها کشورهایی هستن که حتی میزان مرگ و میرشون هم در این مدت با فراتر رفته. بنابراین این نشون میده که این عملا هماهنگی وجود نداره بین ارگان‌های حکومتی در این ارتباط. باید هر 14 روز یک بار سیاست‌ها بررسی بشه بر مبنای این که در 2 هفته گذشته چه اتفاقی افتاده، آیا میزان ابتلا و مرگ و میر و بیماران بدحال بالاتر رفتن یا پایین‌تر رفتن و بر اون مبنا سیاست نوینی اتخاذ بشه برای 2 هفته آینده تا بعد بازبینی بشه. چنین کاری صورت نگرفته و ما می‌بینیم که ارگان‌های مختلف خلاف همدیگه صحبت می‌کنن. به طور مثال در رابطه با عاشورا که صحبت کردید، آقای ربیعی سخنگوی دولت که اکنون برای بار دوم مبتلا به کرونا شده صحبت از این می‌کنه که این اقدام درست نیست. حالا باید این خبر رو هم در واقع چک کرد، ولی که خودش وقتی مبتلا میشه میفهمه که وضعیت به چه گونه هستش و باید چگونه مقابله بکنه با این وضعیت. این کارهایی که میکنن بسیاری بر روی صرفا بخشنامه هایی هستش که قابل اجرا در محیط های اجتماعی نیست و عملا حاصلش این هستش که با یک سردرگمی همه مواجه میشن. آقای دکتر قرشی، متجاوز از 6 ماهه که الان دنیا، ایران و دنیا با این ویروس دست پنجه نرم میکنن، حرفایی در مورد واکسن بوده، در مورد دارو بوده، تا که میخواد این وضعیت ادامه پیدا بکنه؟ هیچ نوری در انتهای این تونل دیده میشه؟ والا خوشبختانه چند تا واکسن به مرحله کارآزمایی بالینی رسیدن و FDA اگر اشتباه نکنم دیروز بود فکر میکنم مدیرش صحبت میکرد که احتمالاً تا آخر 2020 واکسن وارد بازار بشه. شرکت های خیلی زیادی، محققان زیادی از سراسر دنیا مشغول کار کردن روی این هستن. قطعا کار ساده ای نیست ولی فکر میکنم تا نهایتا 1 سال دیگه به امیدهایی باشه برای اینکه به واکسن دسترسی پیدا بکنیم و حداقل یه مقداری از این متشکرم از دکتر یاسر قرشی، پزشک در تورنتو کانادا و همینطور دکتر حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر با پوزش، به دلیل اینکه یکی دو جا نتونستیم حرفای آقای قرشی رو بشنویم به خاطر اینکه ارتباط ما به صورت لحظه‌ای قطع شد، ولی ممنونم از هر دوی آقایان.
در کنار آمار واقعی کرونا، بحث برگزاری مراسم مذهبی هم با نزدیک شدن ماه محرم به یکی از چالش‌های پیش روی دولت ایران تبدیل شده. حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور امروز گفته که برگزاری مراسم باید بر اساس دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا باشد، چیزی که رهبر ایران هم دیروز بر آن تأکید کرد. در همین حال بر اساس آمار رسمی که دولت اعلام کرده، در شبانه روز گذشته 216 نفر در اثر ابتلا به کووید 19 در ایران فوت کردند، رقمی که نشان می‌دهد وضعیت شیوع کرونا در این کشور همچنان بحرانی است. کسری ناجی گزارش می‌دهد. گذشته 216 نفر به گفته مقام‌های ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا فوت کردند، که نشان می‌دهد وضعیت همچنان بحرانی است و در هفته‌های آینده احتمالاً با برگزاری مراسم و تجمع‌های مذهبی بحرانی‌تر هم خواهد شد. فضا را ما کاملاً فضای حسینی با شور سوگوارانه، اما مناسک عزاداری، نحوه عزاداری خب ممکنه با سالهای پیش متفاوت باشه، به دلیل اینکه ما باید پروتکل ها رو مراعات بکنیم، باید از ماسک استفاده کنیم، باید فاصله رو مراعات کنیم، باید تجمع در یک مکان نداشته باشیم، مخصوصا جاهایی که سر پوشیده است باید بیشتر ما مراعات بکنیم. تمام دستورالعمل هایی که مشخص میشه تا پایان هفته آینده و ابلاغ میشه به همه دستگاه ها، همه باید اون رو مراعات بکنند. حالا شورای هماهنگی هیئت‌های مذهبی کشور در اطلاعیه گفته که بدون مجوز ستاد ملی مبارزه با کرونا، برگزاری هر نوع تجمع از سوی هیئت‌ها ممنوع است. آمار مبتلایان روزانه و تازه به کرونا در گوش و کنار دنیا دوباره رو به افزایش گذاشته است و ایران هم مستثنا نبوده، اگرچه آمار آن در ایران بالاتر از بسیاری از نقاط جهان است. به گفته مقام‌های ایران، طی شبانه روز گذشته بیش از 2500 نفر به کووید 19 مبتلا شدند، که نشان می‌دهد این آمار در سطح بالایی کم و بیش به نوعی ثبات رسیده. نکته تازه به گفته مقام‌های ایران این است که بیشترین آمار بستری در دو هفته اخیر متعلق به گروه سنی 20 تا 29 سال بوده. جوان‌ها. روند رسمی آمار فوتی‌ها اما رو به افزایش بوده و به سطحی بسیار بالاتر از اوج آن در پیک اول رسیده، و این تازه بر اساس آمار و ارقامی که به دست بی بی سی فارسی رسیده بسیار کمتر از ارقام واقعی است، که دست کم 3 برابر بیشتر است. مقام های کشور میگویند در شهر تهران نانوایی ها و سوپرمارکت ها مکان هایی است که افراد فاصله گذاری را کمتر رعایت می کنند. شمار مبتلایان در شرق و جنوب شرق تهران بیشتر است. در این شرایط است که بعد از هفته ها بحث و گفتگو، بالاخره دولت حالا میگوید امتحان های ورودی به دانشگاه ها را بر اساس برنامه قبلی برگزار می کند، علی‌رغم نگرانی ها. ما برای آزمون های پیش رو هیچ مشکلی برای برگزاری نداریم. گزارش مستندی از تک تک استان ها، از دانشگاه و حوزه های برگزاری اخذ شده. نظرخواهی از داوطلبان دکترا که شرکت کرده بودند از طریق سایت سازمان سنجش که طبعا فقط داوطلبان میتونستن وارد بشن اخذ شده. بالای 80% از برگزاری اظهار رضایت کردند. نزدیک به 17,000 نفر در ایران تاکنون بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جانشان را از دست دادند. حالا این نگرانی هست که در هفته های آینده این تعداد جهشی تازه پیدا کند. کسری ناجی، بی بی سی. وزارت اطلاعات ایران از دستگیری جمشید شارمهد، رهبر یک گروه مخالف حکومت که در آمریکاست، خبر داده. آقای شارمهد مدیر گروهی بود که خود را انجمن پادشاهی ایران معرفی می‌کند و طی سال‌های اخیر نامش با پرونده‌های بسیاری در رخدادهای مختلف ایران گره خورده. از جمله پرونده شماری از کسانی که به اتهام‌های امنیتی در ایران دستگیر، محاکمه و اعدام شدند. وبسایت انجمن پادشاهی هم امروز در واکنش به این خبر به روبوده شدن آقای شارمهد اشاره کرده. محمد امینی با جزئیات بیشتر. اسم جمشید شارمهد است. اولین تصاویر از تلویزیون حکومتی ایران از فردی که وزارت اطلاعات ایران میگوید او را دستگیر کرده. در اطلاعیه وزارت اطلاعات از جزئیاتی مثل محل دستگیری آقای شارمهد حرفی زده نشده، ولی از صفت پیچیده برای توصیف عملیات استفاده شده. اسم من جمشید شارمهد است و مدت 11 سالی هست که
مسئولیت هماهنگی فعالیت‌های انجمن پادشاهی را به عهده دارم. آقای شارمهد بیش از 10 سال پیش در انجمن پادشاهی ایران جای فتح‌الله منوچهری معروف به فرود فولادوند را گرفت. جای سخن نیست. همه قبایلی که در این سالن هستند با همه جانان بسیارشان حاضرند که جان خود را در راه آزادی ایران، این میهن گرامی و رهایی از ملایان بدهند. آیا اینطور نیست؟ آقای فولادوند در زمستان سال 85 در ترکیه ناپدید شد و برخی گزارش‌ها از زندانی بودن او در مکانی نامشخص در ایران سخن گفتند. معروف‌ترین اقدام علیه حکومت ایران که به گروه انجمن پادشاهی نسبت داده شده، دخالت در انفجار حسینیه‌ای در شیراز بود. 3 نفر که از اعضای انجمن خوانده شدند در ارتباط با این انفجار اعدام شدند. در انفجار حسینیه شیراز 14 نفر کشته شدند. ایشون آقای شید شارمهد به طور علنی از جنگ با حکومت ایران حرف میزد. جنگ با این جمهوری جنگ لفظی فقط نمیتونه باشه. این زمینه ها رو میسازیم که این رژیم برکنده بشه. یعنی باید قدرت قهریش زیر کنترل مردم بیاد. بدون شوخی، یعنی کشتن داره، زدن داره. دستگیری جمشید شارمهد دومین اقدام دستگاه‌های امنیتی حکومت ایران در مهار کردن چهره‌هایی است که آنها را تهدیدی برای نظام می‌داند. حدود 1 سال پیش روح الله زم توسط اطلاعات سپاه و احتمالاً با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی عراق بازداشت و به ایران منتقل شد. محمد امینی، بی بی سی. باید اضافه بکنم که لحظات پیش خبر اومد که محمود علوی وزیر اطلاعات ایران اشاره کرده که آقای شارمهد در داخل ایران بازداشت شده. او در گفتگو با رسانه‌های داخل ایران گفته که جمشید شارمهد در داخل ایران بازداشت شده. و اما ایرج مصداقی، پژوهشگر مسائل سیاسی حقوق بشر از استکهلم سوئد با ماست. آقای مصداقی، شما درباره این گروه و همینطور این فرد تحقیق می‌کردید، بیشتر می‌دونید. چقدر اهمیت داشت آقای شارمهد در میان چهره‌های مخالف حکومت؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما همچنین خدمت بینندگان عزیز. ببینید، کسی آقای شارمهد نمی‌شناخت، کسی با ایشون ارتباطی تقریبا نداشت. اصولا نظام اسلامی در طول سال‌های گذشته از انجمن پادشاهی در استفاده می‌کرد و بسیاری توسط این انجمن یا با محمل این انجمن در طول دستگاه‌های امنیتی افتادن. من در سال 88 در دی ماه 88 مقاله‌ای نوشتم و تاکید کردم هر کسی تحت هر عنوانی با این انجمن ارتباط داره بلافاصله ارتباطش رو قطع کنه، قطعا در تور دستگاه امنیتی به سر میبره. و بعد هم میدونیم در سال 92 خانم مسیح علی نژاد یک گفتگویی داشتن با آقای ماهان محمدی، یکی از قربانیان دستگاه امنیتی که سالها در زندان بودن، و ایشون تاکید کردن که فریب دستگاه امنیتی رو خوردن و تحت این عنوان با اونها ارتباط داشتن. دستگاه امنیتی میکوشه با بزرگ جلوه دادن ایشون و میدونید در ایران هم حضور داشتن، با بزرگ کردن ایشون در واقع موفقیتی برای خودش رو عنوان بکنه یا جا بزنه. تردیدی در این ماجرا نیست که ایشون هیچ نقشی در اون چی که مطرح میشده نداشتن. ببینید، مسئله انفجار حسینیه رهبویان وصال، من 2 تا مقاله راجبش نوشتم، همون موقع نوشتم، مطلقاً کار کسانی نبود که به این عنوان اعدام شدن. بعداً توجه داشته باشید موقع آقای علی محمدی، مسعود علی محمدی توسط دستگاه امنیتی در ایران کشته شدند، ابتدا این رو مطرح کردن که همین انجمن، انجمن پادشاهی یا همین گروه تندر یا رزمندگان و تکاوران اینها اون رو ایشون رو به قتل رسوندن. ولی بعداً میدونیم که آقای مجید جمالی فشی رو به همین اتهام دستگیر کردن و اساساً کسی که کوچکترین نقشی در این ماجرا نداشت رو بیگناه به جوخه اعدام سپردن. این پوششی بوده در طول سالهای گذشته. خب آقای مصداقی، این که شما میفرمایید انجمن پادشاه ایران با نهادهای امنیتی در ایران ارتباط دارن، این سندی وجود داره؟ به خاطر اینکه بسیار سخته که یک نهادی که در بیرون از ایران فعالیت میکنند رو که علنی هم علیه حکومت ایران موضع میگیرند رو متهم بکنید که اینها با خود حکومت در ارتباط هستند و چه بسا برای اونها کار میکنند. بله.
ببینید اصولا این وجود خارجی نداشت، ادعاهای مطرح میشد چنین تشکیلاتی در ایران وجود خارجی نداشت. میدونید در سال 88 اینها ادعاهای زیادی رو مطرح میکردن مبنی بر اینکه چگونگی ساخت بمب‌های میکروبی، بمب‌های آموزش مثلا در روی اینترنت میدادن. بلافاصله بعداً این آموزش‌ها برداشته شد. شما تو مقاله من نگاهی دوباره به دستگاه اطلاعاتی نظام و قربانیان انجمن پادشاهی بندازید، نگاه کنید، میتونید سرچ کنید. این کار ایشون نمیتونست باشه، کار افرادی که در لس آنجلس نشستن نمیتونست باشه. این در واقع کار کسانی بود که آموزش دیده بودن، کار کسان حرفه‌ای بود، روی این مسائل میومدن و در واقع سعی میکردن به نوعی این کارهای این اقدامات رو به نوعی تبلیغ بکنن که جنبش مردم رو بتونن از اون طرف سرکوب بکنن. اینا نقشه های سرویس امنیتی بود. مردم، من خواهش میکنم فریب اینها رو نخورن، فریب این بازی ها رو نخورن. اینها بخشی از دستگاه اطلاعاتی و امنیتی است و بخشی از حقوق بازی هایی است که در طول این سالها اینها کم انجام ندادن و قربانیان زیادی داشته متاسفانه و جوانان بیگناهی رو به تورهای امنیتی انداخت. آیا مصداقی مطلبی که بهش اشاره کردید رو من دیدم، ولی سوال من از خدمت شما این بود که شواهد اگه هست به چه مواردی میشه اشاره کرد؟ مثلا سندی که محکمه پسند باشه. ببینید خب قطعا که اسناد و مدارک در دستگاه اطلاعاتی امنیتی است، منتها ما هم یه تجربه‌ای داریم. ببینید در ارتباط با موضوع حسینی رهبویان وصال شما میتونید ملاحظه برید به مقالات من مراجعه کنید. مدت‌های مدید اینها مطرح می‌کردن که این مسئله تصادفی بوده و مربوط بوده به مواد انفجاری که در اونجا بوده. بعد زمانی که خامنه‌ای به فارس رفت، به شیراز رفت، همون موقع در اونجا تصمیم گرفتن آقای محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات و وزیر کشور آقای پور محمدی که هر دو عناصر اطلاعاتی و امنیتی بودن، اینها در اونجا همراه با خامنه‌ای تصمیم گرفتن و این رو اومدن روی موضوع تندر و انجمن پادشاهی بردن و جوانانی رو دستگیر کردن. تا قبل از اون مطلقاً چنین بحثی مطرح نبود، درست برعکسش بود. آقای عبدالله شهبازی که به سرویس امنیتی نظام نزدیک هستند، ایشون تاکید کردن مواد انفجاری که در اون حسینیه به کار رفته فقط و فقط در اختیار سپاه پاسداران بوده و هیچ کسی، جوانانی که اساساً هیچ ربطی به این موضوع ندارن، نمیتونن به این مواد دسترسی باشن. شما میتونید باز به مقاله من مراجعه کنید. ببینید این مسئله اولین بار نیست، آخرین بار هم نخواهد بود که سرویس امنیتی جنایات خودش رو به دیگران منتسب میکنه. در نهایت فکر میکنید که چه نفعی میبرن مقام های حکومت که به قول شما فردی که با خودشون در ارتباط بوده یا ضرر چندانی بر اساس نوشته های شما برای اونها نداشته رو دوباره دستگیر کنن؟ ببینید بس مرسر اینه که نظام اسلامی باید قدرت نمایی کنه. شما نگاه کنید در طول هفته های گذشته چند تا ضربه نظام اسلامی متحمل شده. از توجه کنید حمله که به نطنز شده و سانتریفوژ هایی که اونجا اون سالن سانتریفوژ های جدید و پیشرفته بالکل از بین رفته. به صنایع موشکی رژیم، جایی که سوخت موشکی رو تامین میکردن در فجیر حمله شده و اونجا نابود شده. انواع اقسام حملات به پالایشگاه ها، به مراکز مختلف نفتی یا حتی به نمیدونم کارخانه جاتی در اینجا و اونجا صورت گرفته. ببینید در چنین شرایطی نظام نیاز داره به اینکه قدرت نمایی کنه و حالا سعی میکنن از آقای جمشید شارمت یک هیولایی بسازن، یکی از رهبران اپوزیسیون بشناسن، کسی که در حال جنگ با نظام اسلامی بوده و حالا موفق دستگیری او پیروزی بزرگ سربازان نمیدونم امام زمانه. شما ملاحظه کنید در موارد گذشته هم ما دیدیم، در جریان قصرهای زنجیره‌ای هم دیدیم، در بعدش در جریان همین قصرهای هسته‌ای ما دیدیم متخصصین هسته‌ای. شما ببینید مدت‌ها از بالاترین مقامات رسیم، از رئیس مجمع تشخیص مصلحت، رئیس قوه قضاییه، رئیس جمهور، وزرای اطلاعات، همه به هم تبریک میگفتن دستگیری متهمان رو، ضربه به اسرائیل رو میگفتن تا انتهاش ما پیش رفتیم. میدونید حتی در کنفرانس غیر متعهدها خانواده های قربانیان رو آوردن، خانواده های قربانیان رو وسیله انجام دادن برای پیشبرد سیاست هاشون. اما دیدیم که همه اینها دروغ بود، همه اینها پرونده سازی بود
هیچ یک از مقامات رژیم عذرخواهی نکرده، هیچ یک از مقامات رژیم مسئولیت به عهده نگرفته و حتی خانواده های قربانیان سکوت اختیار کردن. این سوابق رژیم رو اینو باید بهش توجه داشته باشیم. اونجا هم میخواستن بگن ما پیروزیم، ما موفقیم، ما شبکه بسیار بسیار قوی اطلاعاتی و امنیتی داریم، ولیکن باید توجه داشته باشیم که این شبکه در واقع هنوز عاجز از این که بگه چه کسی به قتل رسونده متخصصان هسته‌ای در ایران رو، چه کسی به چهره دختران میهنمون اسید پاشیده، اما میتونن یه فردی رو از لس آنجلس بیارن در ایران و دستگیر کنن. البته باید اضافه بکنم که آقای محمود علوی وزیر اطلاعات گفته که در داخل ایران دستگیر شده، لحظات پیش این خبر اومد. در هر صورت ممنونم از ایرج مستاقی، پژوهشگر مسائل سیاسی و حقوق بشر از استکهلم سوئد با ما. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که حکم اعدام 5 نفر از معترضان دی 1396 در اصفهان قطعی شده. این سازمان گفته 2 برگ از دادنامه‌ای را به دست آورده که دیوان عالی کشور در تایید اعدام این افراد صادر کرده. این 5 نفر به نام‌های مهدی صالحی قلعه شاهروخی، محمد بستامی، عباس محمدی، مجید نظری کندری و هادی کیانی به جرم محاربه و قیام مسلحانه علیه حکومت به اعدام محکوم شدند. فعالان حقوق بشر درباره وضعیت آنها و احتمال اعدام مخفیانه آنها ابراز نگرانی می‌کنند. محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو در نروژ با ما هستند. آقای امیر مقدم، اول چه اطلاعاتی از پرونده این 5 متهم دارید؟ بله، درود بر شما و به بینندگان برنامه. ببینیم، ما در واقع 29 صفحه از این دادنامه رو در اختیار داریم و همچنین اطلاعات دیگری از طریق منابع دیگر در داخل ایران که نشون میده که احکام اعدام این 5 نفر توسط دیوان عالی کشور در اردیبهشت ماه تایید شده. در حال حاضر اطلاعاتی که وجود داره اینه که خانواده این 5 نفر و وکلاشون که اغلب وکلای تسخیری هستند شدیداً تحت فشار هستند که اطلاع رسانی نکنند و تجمع نکنند، چون چند روز پیش خانواده‌ها در جلوی دادگستری تجمع کرده بودند و به همین دلیل ما فکر می‌کنیم که خطر اعدام این افراد همچنان جدی است. دلیلی که ما این دادنامه رو در واقع منتشر کردیم تکذیبیه دادگستری اصفهان نبود، چون مردم میدونند که متأسفانه جمهوری اسلامی سابقه طولانی در تکذیبیه‌های دروغین داره، همونطور که حتی وجود بیماری کرونا رو هم اوایل تکذیب کرده بودن، ولی بیشتر به این دلیل که تاکید کنیم این خطر جدی است و در واقع کارزار لغو فوری اعدام باید ادامه پیدا کنه و واکنش های بین المللی هم باید ادامه پیدا کنن، چون تنها راه نجات این افراد. فکر میکنید که کمپینی مثل اعدام نکنید در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر در اینجا هم تکرار بشه؟ من واقعا امیدوار هستم. ببین، پس از مطالعه این دادنامه مشخص میشه که در واقع به نظر میاد که این 5 نفر احتمالاً قربانی یک سناریو باشند. حتی شاید میدونید در واقع در این دادنامه بیشتر استناد شده به اعترافهایی که این افراد کردند و بعدا در دادگاه هم تاکید کردند که این اعترافات تحت فشار گرفته شده ازشون، ولی قاضی هیچ توجهی به این گفتار نکرده و به همین دلیل من فکر کنم که خطر اعدامشون جدی است و تنها راه نجاتشون اینه که هزینه سیاسی این اعدام ها برای حکومت بالا بره و تا وقتی که احکام اعدامشون لغو نشده احتمال اعدام هست. فضایی که الان ایجاد شده خصوصا بعد از اون کمپین به نظر میاد به این طرف میره که خیلی شاید حاکمیت نخواد حساسیت ها رو تحریک بکنه. احتمال اینکه به یک باره همه رو در عمل انجام شده قرار بدن هم هست، مثل اینکه مثلا در روزهای اخیر چند مورد اعدام هم صورت گرفته بدون اینکه اطلاع رسانی بشه؟ این احتمال همیشه وجود داره. در واقع این اعدام ها به خصوص اعدام هایی که اتهام سیاسی دارند و به اعتراضات در واقع مربوط میشن، در حال حاضر حداقل تحلیل ما این هست که این یک ضرورت برای جمهوری اسلامی، به همین دلیل
سعی میکنند که این اعدام ها رو اجرا کنند. و ولی از طرف دیگه ما در این حداقل در این 15 سالی که سازمان حقوق بشر ایران فعالیت داشته، ما مشاهده کردیم که فقط در مواردی که فشار بین المللی بالا میره، فشار بین المللی بالا میره، حکومت عقب نشینی میکنه. و ولی خب در مورد اون 3 نفر از اونجایی که کمپین اعدام نکنید شروع شد و بعد منجر به واکنش های بین المللی شد، اون احکام متوقف شدن فعلا، ولی این دلیل نمیشه که احکام این 5 نفر هم متوقف شند. به همین دلیل ما فکر میکنیم که فشار پایدار، در واقع یک کارزار پایدار ضروری است در این رابطه. ممنونم از محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در اسلو نروژ با ما. خسرو سینایی، کارگردان و فیلمنامه نویس سینما ایران، در 79 سالگی بعد از ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. آقای سینایی در بیمارستانی در تهران بستری بود. او بیش از 120 فیلم مستند و داستانی و کوتاه و بلند ساخته بود. عروس آتش، در کوچه های عشق و من ایران را دوست دارم از جمله کارهای ماندگار این فیلم ساز است. علی لقمانی، مدیر فیلم برداری تعدادی از فیلم های خسرو سینایی از جمله فیلم های عروس آتش، گفتگو با سایه و در کوچه های عشق، از تهران با ما هستند. آقای لقمانی، بهتون تسلیت میگم. شما به عنوان فیلم بردار چند فیلم سینمایی با آقای سینایی همکاری داشتید، از این همکاری بگید، چطور این همکاری شکل گرفت؟ بله، من ابتدا تسلیت عرض میکنم فوت ایشون رو به خانوادهشون و کلیه علاقمندان و دوستداران فرهنگ ایران. من در زمان دانشجویی این شانس رو داشتم که شاگرد آقای سینایی باشم. ایشون در باغ فردوس استاد ما بود، استاد چند درس، کارگردانی، مستندسازی، موسیقی و غیره. به تبع اون وقتی کار میخواستن شروع کنن کار سینمایی، فیلم سینمایی یار در خانه رو من به عنوان دستیار با ایشون شروع کردم و پس از اون و پس از فارغ التحصیل من به عنوان فیلم بردار این همکاری ادامه پیدا کرد و این شانس رو داشتم که تا حتی کارهای آخرشون در اکثر کارها همراهشون باشم. این همکاری خب طبعا همکاری دراز مدت منجر شد به یک صمیمیت و تا جایی پیش رفت که در واقع من ایشون به عنوان پدر، یا بهتر بگم برادر بزرگتر یا راهنما، همواره من پشتم گرم بود بهشون و تقریبا عضوی از اعضای خانواده شدم. وقتی به کارهای خسرو سینایی نگاه میکنیم، نگاه ویژه‌ای به مسائل اجتماعی داشت. چقدر این کار یا این نگاه اون رو متمایز میکرد؟ ببینید، در هر حال یه متنی هم منتشر شده توی فضای مجازی که متن درستیه. به اعتقاد او میگفتش که سینما یه ابزاره، ابزار میشه هر گونه ای ازش استفاده کرد. به تناسب دغدغه‌ای که داشت او از سینما برای بیان چگونگی انسان در شرایط مختلف و تصمیم گیری های مختلفی که ممکن بود به اجبار انجام بده، این شرایطی بود که مورد علاقش بود و عمدتا با محوریت انسان در شرایط خاص که منجر به تصمیم گیری می شد عمده کارش. اگه یه نگاهی بندازیم حول و حوش همین مسئله است. در واقع انسان بود که دغدغه اصلی آقای سینایی بود به نظر من. در مورد فیلم های مثل عروس آتش گفته میشه که جریان ساز بود، از این ویژگی کار آقای سینایی بگید. خب عروس آتش بله، از مقوله هایی بود که در زیر پوست اجتماعی ما، شرایط اجتماعی و زیست اجتماعی ما وجود داره و کمتر بهش پرداخته شده بود یا تا اون موقع به این شدت و به این وضوح پرداخته نشده بود. طبیعتاً وقتی به عنوان یه فیلم سینمایی در معرض دید همگان قرار گرفت، خیلی تاثیرگذار بود و منجر به این شد که پی بگیرند
بقیه فیلمسازهای جوان این مسئله رو چه تو سینمای داستانی چه مستند و این تداوم پیدا کرد. علاوه بر اون، حالا فقط تو سینمای داستانی نبود، تو سینمای مستند هم نوع کار آقای سینایی گاهی اوقات به عنوان یک کلید و یک شیوه اجرایی در برخی از مستندساز‌ها پیگیری شد و من نمونه‌هاش رو می‌بینم. الان مثلا در فیلم در کوچه‌های عشق صحنه‌ای هست که دوربین مکالمه چهار هنرمند رو دنبال میکنه. من بعد از اون فیلم دیدم که خیلی از فیلمسازهای جوان و مستندساز از این شیوه و از این نوع بیان تو فیلماشون استفاده کردن. ایشون خب دستی در ادبیات داشتن، کار ترجمه میکردن، در مورد فیلم و فیلمنامه و مسائل فنیش هم تألیفات متعدد دارن. اینها به فیلمسازی ایشون کمک میکرد یا اینکه ایشون خب ابعاد دیگه هم از نظر شخصیتی داشتند؟ بله، ببینید، من حالا تو اخبار میشنوم گاهی اوقات هم تماس میگیرن صحبت میکنن، دائم عنوان میشه سینایی فیلمساز. در واقع من باید بگم که سینایی یک انسان در فضای فرهنگی ما بود، یک انسان با ارزش. سینایی فقط فیلمساز نبود. خیلی کسانی که حتی برای یک بار و برای دقایقی همراه می شدن باهاش و باهاش هم کلام می شدن هرگز فراموشش نمی کردن، به دلیل غنای اطلاعات، استدلال، روابط عمومی خوب، کلام شیوا و میگم وجوه مختلف داشت. او از تمامی هنرها بالاخره بهره‌ای برده بود، معماری، موسیقی، ادبیات، همونجور که گفتید سینما، هنرهای تجسمی رو خیلی خوب میشناخت. من شاهد بودم که در برخی موارد به عنوان کارشناس حتی در جلساتی شرکت میکرد. همه اینها باعث شده بود که به تعبیر من نگیم یک فیلمساز، بگیم که یک انسان فرهنگی از حوزه فرهنگی ما کاسته شد. و دریغ اینجاست که ما فقط فیلمساز، هرچند اون هم دریغ داره، اما دریغ بیشتر اینه که از فضای فرهنگی ما یه شخصیت با ارزش دور شد، هرچند که آثارش باقی است و باز ما تنها تر شدیم. بسیار ممنونم از علی لقمانی، مدیر فیلمبرداری تعدادی از فیلم‌های خسرو سینایی. اما در دوران همه‌گیری کرونا، نوازندگان و خوانندگان ایران و آمریکا موزیک ویدیوی مشترکی ساختند. این کار به دعوت انجمن دوستی ایران و آمریکا شمالی صورت گرفته و با همکاری بنیاد فرهنگی و هنری رودکی تهران و سازمان اپرای در واشنگتن ساخته شده. 19 نوازنده سازهای کلاسیک موسیقی این اثر رو در تالار رودکی تهران اجرا و ضبط کردند و در واشنگتن 6 خواننده اپرا و 1 روای جداگانه این اثر رو تکمیل کردند. در این موزیک ویدیو راوی داستان قطعاتی برگرفته از اشعار مولوی رو روایت میکنه. بخشی از این موزیک ویدیو رو میشنویم و میبینیم. The scattered pieces of broken hearts and splintered trees can become the raw materials for bridges. Nothing is lost forever. Stay together, friends. Don't scatter and sleep. Our friendship is made of being awake. Stay there, quivering in each moment like a drop of mercury. Did you hear? The winter's over. And the carnations cannot control their laughter. The nightingale back from his wandering has been made singing master over all the birds. The trees reach out their congratulations. The soul goes dancing through the king's doorway. Anemones blush because they have seen the rose naked. Spring, the only fair judge walks in the courtroom, and several December thieves steal away. Last year's miracles,
are last year's miracles will soon be forgotten. New creatures whirl in from non-existence, galaxies scattered around their feet. Have you met them? و در نهایت محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا برگزاری مراسم عید قربان برای مسلمان‌ها را دشوار کرده، مراسمی که معمولاً با جشن و شادی خانواده‌ها همراه است و فرصتی است تا مسلمان‌ها دور هم جمع شوند و نماز عید بخوانند. اما امسال به خاطر شیوع کرونا این مراسم با احتیاط بیشتری برگزار می‌شود. اشلین کار گزارش می‌دهد. عید قربان در آخرین روز از مراسم حج در مکه آغاز می‌شود. به گرامی داشت داستانی درباره ابراهیم که به اعتقاد مسلمانان آماده بود فرزندش اسماعیل را برای خدا قربانی کند. این روز بزرگیه. روز عید قربان و ما خیلی خوشحالیم. همزمان ناراحتیم چون خانواده هامون اینجا نیستن. نمیتونیم باهاشون جشن بگیریم. مسلمان های خاورمیانه مراسم عید قربان را در سایه همه‌گیری کرونا برگزار می کنند. در اردن، جایی که ویروس تا حد زیادی کنترل شده، نمازگزاران گرد هم آمدند اما با ماسک. در عراق، مصر و سوریه مساجد تعطیل شدند و خیابان ها در عید قربان مثل سالهای قبل شلوغ نیست. امروز عیده و هیچ مراسم دعایی برگزار نمیشه. اگه کسی بخواد با دوستاش باشه باید فاصله رو رعایت کنه. نمیشه دست داد و روبوسی کرد. کرونا همه ما رو از هم جدا کرده. حدود 2,800,000 مسلمان در بریتانیا خودشان را برای جشن عید قربان آماده می کنند. اما همزمان بریتانیا برخی محدودیت‌ها را بازگردانده. تصمیمی که عده زیادی را ناراحت کرده. مردم خیلی ناراحتند. برنامه‌هاشون به هم ریخته. غذایی که پختن هدر رفته. جمعیتی که قرار بود بیان اینجا دیگه نمیان. نمیتونیم دوستا و اقواممون رو ببینیم. این اتفاقها اونم تو روز عید خیلی تأسف‌آوره. در ترکیه هزاران نفر به ایا صوفیه رفتند برای اولین نماز عید قربان در این بنای تاریخی بعد از 86 سال. برای بسیاری از مسلمانان جهان این عید آنطور که دلشان می‌خواست نیست، اما دست کم نماز عیدشان را به جا می‌آورند. اشتین کار، BBC نیوز. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت BBC فارسی و همینطور روی کانال یوتیوب ما تماشا کنید. ممنون از این که برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. شب و روز بر شما خوش.